همین عزیز، الان داریم میریم به طرف یک کمپ به اتفاق آقای دکتر لقمان اتروشی و یه عده تیم فیلم بردار که ایرانی هستن، برای آقای قبادی کار میکنن. آقای دکتر، داریم میریم به کدوم کمپ الان؟ داریم این راهی که داریم میریم، ما این قسمت آخر راه رو داریم از دهوک به طرف غرب میریم، به طرف مرز سوریه. مرز سوریه؟ بله. جایی که ما داریم میریم یک منطقه به اسم باجیر کندالا که در اونجا دو تا کمپ پناهندگان هست. باجیر کندال؟ باجید کندالا. باجید کندالا. تو این دو کمپ در حدود 20,000 نفر زندگی میکنن. این جزء یکی از اون کمپ‌های اولیه بوده که در اینجا تأسیس شد از در بدایت اگست امسال. چند هزار نفر پناهنده اونجا هستش؟ حدود 20,000 نفر. آیا این 20,000 نفر بیشترشون یزیدیان؟ همشون ایزدیان. ایزدیان. اوکی. چی شد که آقای دکتر شما خودتون مقیم سوئد هستین و به بیمارستانی داریم، ما رو بیمارستان سوئد، چی شد که تصمیم گرفتین که به این کمپ رسیدگی بکنین؟ والا در بدایت که این مشکل پیش اومد، خب همه جا زیاد بودن، تو کنار خیابونا، تو خونه ها. بعد من با تماسی که با مامورین منطقه‌ای داشتم ازشون پرسیدم کدوم منطقه شما بیشترین مشکل رو دارید که نمیتونید بهشون سرویس بدید و احتمالاً اون قسمت برای مدت زیادی میمونه، که جناب فرماندار دو گفتن که باجیر کندالا، و به اون خاطر ما اونجا رو انتخاب کردیم که یک منطقه دور افتاده است، نزدیک به شهرهای بزرگ نیست، امکاناتشون بسیار بده، UNHCR بهشون چادر داده و فقط همون، و امکانات بسیار بدی دارن. به اون خاطر ما اونجا رو انتخاب کردیم که بیشتر بتونیم کمک کنیم. شنیدم که شما در اونجا یه دونه نونپزی هم رو انداختین. بله. و که بتونیم به تمام اینا نون بدیم. آره، یکی از کارهایی که تونستیم انجام بدیم رو انداختن یک نونوایی بود که به این 20,000 نفر ما نون مجانی میدیم، و این چیزی بود که بیمارستان سوئدی در اربیل به کمک انجمن پزشکان کرد در سوئد و یک ارگانیزاسیون دیگه به اسم خلصه با هم تونستیم اینا راه بندازیم. و از الان حدود 3 ماه هست که ما به اینا نون میدیم، به این 20,000 نفر. آیا ایرانیانی که این برنامه رو دارن تماشا میکنن، به نظر شما چه کمکی میتونن انجام بدن برای این کمپ که شما بتونید این کارتون رو ادامه بدین؟ همونطور که شما میدونید، کمک‌های ما کمک‌های خیرخواهانه است و ما خیلی وابستگی داریم به اون کسایی که به ما کمک میکنن. بله. و همونجوری که شما میدونید، مدیای دنیا همیشه فوکوسش رو یک منطقه نیست، و من اینجا با صراحت و صداقت میگم که امکانات مالی ما کاملا ته کشیده. من بسیار نگرانم که چطوری میتونم در ماه دیگه این فعالیت ها رو ادامه بدیم. یعنی الان ماه دسامبر هستیم. بله. یعنی ما میخواییم برای ژانویه الان احتیاج به کمک دارین؟ یعنی من باید عرض کنم که واسه ماه ژانویه من هیچ بودجه ای ندارم، یعنی دارم سعی میکنم از طریق دوستان، از طریق سازمان‌های خیریه بتونم بودجه ای را تامین بکنم، برای اینکه هزینه کلینیک که ما اونجا داریم، یه کلینیک هم اونجا داریم که بهشون هلث کیر میدیم به اون مردمی که اونجا زندگی میکنن. یعنی یک کلینیک پزشکی رو شما آوردین که الان الان دارن به این پناهنده های ایزدی دارن هلث کیر میدن؟ دقیقا، ما یه پزشک اطفال داریم، برای اینکه 80% جمعیت اونجا بچه های زیر 16 ساله هستن. بله. بعد یک پزشک جنرال جی پی داریم، جنرال پرکتیکن داریم که کار میکنه، و یک پزشک زنان که در هفته 2 روز میاد که کمک بکنه. و ما تو اون کلینیک که ما داریم تقریبا حدود 10,000 نفر رو کاور میکنیم ما با اون کلینیکمون. و یک سری دوستان و همکارای دیگه پزشک هم از جاهای دیگه دنیا میان که به عنوان ولنتر گاهی کمک میکنن به ما تو این کلینیک. و خب متاسفانه دولت لوکال و اون ادارات
به اصطلاح کشوری بله. کردستان امکانات مالی ندارن به بله. کمک بله. کنن بله. ما 100% وابسته به اون کمک های هستیم که دوستان و مردم خیرخواه در خارج کردستان میکنن بله. من متوجه شدم که خیلی از دکترای ایرانی از سوئد اومدن اینجا و دارن کمک میکنن و حتی رفتن تو مناطق کوههای شنگل سنجار که منطقه خیلی جنگی هستش و کارهای انسانی دارن در اون منطقه انجام میدن. ما بسیار خوشحال هستیم که این کمک رو داریم از این دوستانمون که میان کمک میکنن، برای اینکه خب این کاری که داره سر کردها میاد تنها مثلا به خاطر دینشون نیست، برای اینکه خب کردها بیشترشون سنی هستن مثل بله. همه عربای دیگه که در منطقه هستن بله بله. این مشکلات سرشون میاد به خاطر اینکه کردن و ما بسیار ممنونیم از برادرانمون، از پسر عموهامون، از تمام اونایی که ما به اصطلاح با همدردی دارن که بتونن به ما کمک بکنن که بتونیم این کریس را به شیوهی بتونیم اداره بکنیم. جالبه. دیدم در این سفر با تیم آقای بهمن قبادی دارن همراه شما میان، میشه نظری درباره این افراد که با ما تو این تیم هستن ببینیم؟ دوستایی که اینجا هستن جز افتخارات کردن، هرچند سنشون بسیار پایینه ولی با این سن کم تونستن افتخارات بزرگی رو نصیب بکنن. خوب. ما در آقای کیوان رو داریم که خودشون که مال حورامات هستن بله، که بسیار فعال هستن. بعد ما آقای هردی رو داریم که اونم فیلمساز جوانی هستن که یه سری پروژه داره، و اون یکی دوستمون که خیلی کار کرده الان خوابه آقای سوران. آقای سوران در فیلم لاک پشتای آقای بهمن قبادی بازی کردن، اونجا اسمشون کاک ساتلایت بود. توجه میکنن که الان با ما هستن که میخوان یک فیلم دوکومنتر راجع به اون فعالیتی که داریم درست بکنن. جالبه جالبه. آقای دکتر، این جاده که الان داریم میریم این حدوداً از گفتین که از دوحوک چقدر راه هستش برای رفتن به این حدوداً چند کیلومتره؟ حدوداً 40 کیلومتر از دوحوک تا اونجا. این جاده ترانزیتی بین المللی بین دوحوک و مرز ترکیه و سوریه است. خیلی جاده شلوغیه، همونجوری که میبینید بسیاری از ماشین‌های باری در آمد و شد هستن. بله. موقعیت جاده بسیار خرابه، وضعیت جاده بسیار خرابه. بله. که شما بله. بله. فرمایید آره. و یک ترافیک بسیار سنگینی در این جاده آمد و شد می‌کنه. و این همون راهی هم است که از اینجا میشه به شنگار رفت. راه شنگار از این راه میره، یعنی جالبه. جالب. مرسی آقای دکتر و مرسی که من باید عرض بکنم امروز که ما هستیم ما یک سری کمک گرفتیم از آقای بهمن، کمک‌های که از طریق فاندیشن نوروز به ما رسیده، که ما بسیار خوشحال هستیم که امروز تونستیم یک سری از داروهای ضروری که ما لازم داشتیم، خیلی امرجنسی بود، با کمک ایشون و اون بخشش که کردن بتونیم بگیریم و به این پناهنده هایی که احتیاج دارن بتونیم امروز بدیم. ببخشید که کم بود آقای دکتر، این هدیه رو ایرانیان از سراسر آمریکا و اروپا فرستادن و همه این هدیه رو دادن، گفتن ما برای این پناهنده های ایزدی میخواییم کمک کنیم و خوشحالم که شما آقای دکتر اینجا هستی که این کمک ها رو به این کمپ، به این مردم برسونی. و باز هم ما ایرانی ها سعی میکنیم تا اونجا که میتونیم هر کاری که برای این پناهنده ها و پناهنده حتی مسیحی یا سوریه هستن انجام بدیم. و ما ایرانی ها افتخار میکنیم که در این همدردی با کردهای ایزدی همدرد هستیم. بسیار متشکرم. درود بر شما و درود بر همه ایرانیای خیرخواهی که این کمک رو میکنن و به ما این امکان رو بدونن که ما بتونیم به این انسانهای مظلوم که هیچ کمکی ایران در جایی ندارن بتونیم کمک بکنیم و کمی از بار غمشون رو کم بکنیم. بسیار متشکرم. زور سپاس سپاس گذارم آقای دکتر. مرسی. چشم. سپاس گذارم.
این منظری که مشاهده میکنی، این یکی از اون کمپ هاست. این همون کمپه؟ باجید کندالز که اینجا و سمت نمیدونم آیا اون قسمت هم باجید یکی، این باجید دوه. دو تا کمپه که این شهر که فیلم میتونم بگیرم. این شهر ماره پناهنده های ایزدیه که داریم میریم اون تو. You need to say about it.